اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى و محمد و علی اهل بیت تجبین الطاهرین خدا قلوب همه ما رو نورانی کنه به نور محبت و ولایت اهل بیت انشاءالله که تو این جلسات هرچه به خوبان و اولیا اش نصیب میکنه از نعمات معنوی به همه ما منایت بفرمان روشنش میده صحبتمون این بود که رابطمون با عبادیات از روز خوبی شروع نشده خلاصه یه مقدار اشتباه میکنیم راجبش مثلا آمدن با جایزه خواستن یعنی با یک جاذبه خارج از اون خواستن ما رو با این معارف آشنا کنن یا با عبادت یا به عبادت تشویق کنن همین الان هم ما خودمون با بچه همون حرف نمیزنیم اصلا راجع به این چیزا چون خودمون کلی سوال داریم که جواب نگرفتیم خودمون کلی حرف داریم که نزدیم کلی به قول اون شاعر میگفت ما کاشفان کوچه های بومبستیم حرف های خسته ای داریم این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند واقعا کلی حرف نزده هست کلی حرف نزده کلی راه نرفته کلی سوال پاسخ نگرفته و اون وقت ترس و طمع چیزی که ما رو من کردن ازش اصلا شما نها کنید ادعای دین کماله دین میگه من شما رو به کمال میرسونم کمال یه امر اختیاریه ترس و طمع اختیار از شما میگیره شما داری یه کاری انجام میدی دستت نکن.. شما داری یه کاری رو انجام میدی در صورتی که خلاصه اختیاری روی اون عملی که انجام میدی نداری از رو ترس داری یه کاری میکنی یه آدم که ترسیده شما هرچی بهش بگو میگه چشم ولی ترس ازش بگیر ببین با پای خودش حاضر اون راه و بره اون مسیر رو حرکت کنه یا نه خب شما اومدیم دین رو از این موزه شروع کردیم ترس از جهنم و طمع به بهشت اسمش هم گذاشته خوف و رجا اصلا نفهمیده خوف و رجا جاش اینجا نیست اصلا خوف و رجا ربطی به بهشت و جهنم نداره اصلا داستان تو رابطه است رابطه شما با اون حقیقت هوشمند عالم وقتی برقرار بشه خود به خود در اون رابطه خوف و رجا به وجود اصلا کلا شما با هر کس رابطه محبت آمیز داشته باشی توش خوف و رجا وجود داره خوف از این که نکنه قدردان محبتش نباشم نکنه در حقش کوتاهی کنم رجا به این که خب چقدر منو دوست داره چقدر من دوستش دارم چقدر برام چیزای جدید داره چقدر تحویلم میگیره چقدر بهم محبت میکنه چقدر به حال من میرسه چقدر اگه من گرفتار بشم دستمو میگیره اصلا این خوف و رجا تو رابطه عاشقانه به وجود میاد خودش چیزی نیست بری بازار بخری مایچه نیست بری آرتل بزنی به دست بیاری بری بدویید نمیدونم ایجاد بشه در تو اصلا اینجوری نیست عشق بیاد این خودش باش میاد خودتون الان نسبت به کسایی که دوستشون دارید این دوتا حال دارید بعد جذابش میدونید چیه ببین من الان مثلا حاجقا که بعد از من سخنرانی میکنن حاج ابتهی که حالا خدا لطف کرده امسالم به ما ایشون قبول کرد اومدن خب بالاخره من خودم وقتی ایشون دعوت میکنم خیالم راحته میگم خب بالاخره ما به دکار مردم نمیشیم بالاخره یه چیزی اووردیم که قابل شنیدنه وقتشون رو نمیگیری. بالا اگه ما هرچی وقت شما رو تلف میکنیم ایشون حرف حساب داره برای گفته بعدش میاد کلی از تعریف میکنه بالاخره از خلاصه برای شناخت خدا اینکه آقا خدا تو چه حالیه تو چه موضعیه تو چه رفتاریه با ما میگه من دیدم خیلی اشکال میکنم به ایشون یا به حرفایی که ما میزنیم راجع به خدا آقا شما میگه خدا مهربون مردم میرن خلافکار میشن مردم میرن گناهکار میشن اصلا اینا رو میشنون طرف من میگفت حرفا تو رو شنیده بچه من نماز دیگه نمیخونه گفتم والله دیشبی که اومده بود اینجا میگفت بعد 20 سال رفیق ما نماز خون شده حالا ما ندونیم نمیدونیم کدومش رو باور کنیم که بعد من میگم که خب آشه حرف من شنیده نماز نمیخونه به من میگه قبلا برای چی نماز میخوند همین الان بهتون توضیح میدم چه اتفاق میفته شما از یکی میترسین ترس به معنای جب میترسی منافع تو به خطر بندازه مثلا یه کسی داره با چاقو شما رو تهدید میکنه بهت میگه یالا موبایل تو بده ببینم کاری نمیتونی بکنی گیر افتادی موبایل تو میدی حالا همین آدم که داره شما رو مثلا میخواد جیب شما رو بزنه چاقو دستشه یه دفعه تو کوچه بمبست گیرتو گیرتون برده یه دفعه پشت سر چهار تا مأمور نیروی انتظامی میان یا رو ببینم چاقو رو این میندازه چاقوشو آقا غلط کردم فلان ممکنه شما بری جلوی کم بزنی پس کلش فلان فلان شده چه کلت چه غلطی قلط؟ میخواستی بکنی چی بودی تازه مأمور میگه آقا ولش کن آقا این دیگه الان بازداشت شده دیگه چیکارش داری آقا فلان تازه و که جلو تو رو بگیره الان چی شد اون اطاعته از سر ترس بود ترس کریخ تجری و تازه میری میزنی پس کلاش اون مالیات ترسی هم که ازش داشتی ازش چیکار می‌کنی میگیری که فلان فلان شده چاقو دستت بود تو موضوع قدرت بدی می‌خواستی موبایل منو بگیری حالا پوستتو میدم بکنن شکایت میکنم ازت چیکار به اون دستبند میزنه و همین داره میبره این صحنه رو شاید بارها دیده باشید حالا چه تو فیلم ها چه تو واقعیت این که بعد از این که ترسش ریخت دیگه اطاعت نمیکنه از اون دزده و میزنه پس کلش میدونی به خاطر چیه چون علت اطاعتش ترس بود مجبور شده بود دل به خواهش نبود که از روی اراده و میل که انجام نمیداد که اتفاقا خلاف میلش بود حالا ترسش ریخ دیگه خلاف میلش که عمل نمیکنه. هیچی میاد مالیات اون روزی هم که ترسونده اون ساعتی هم که ترسی درش گاه میکنه میگیره ازش حالا توی موزه محبت شما با یه کسی دوستیم ما دوستی همون بالاخره یک درجه داره دیگه مثلا من خودم یه سری دوست دارم رفیقایی که الان چه میدونم 20 سال 25 سال با همیم یه وقت یه پولی میخواد مثلا یا من یه پولی ازش میخوام مثلا من زنگ میزنم میگم مثلا چه میدونم ده میلیون به من پول داری بدی دو هفته ای به من میگه شماره کارتتو بفرست کاری نداری که ببینیمت فلان خدافز اصلا برای چی میخوای چرا میخوای چرا نمیخوای واقعا دو هفته ای میدی دیر نشه زود اصلا به اینا کار نداره میزنه ده تومنه رو چون رفاقتمون ده تومن رو کاور میکنه ده تومن رو جواب میده حالا فرض کن من به همین آدمی که رفاقتمون ده تا ده تومن رو جواب میده بگم داداش 50 تومن داری به من بدی 5 میلیون میگه که حالا فرض کن داشته باشه میگه که برای چی میخوای داداش میگه مثلا فلان کار میخوام بکنم بعد داداش کی میدی اینو چه جوریه من خودم کار دارم حالا یه مثلا ده روز میتونم اینو بهت بدم یعنی میره دیگه تو پرسش و پاسخ و سوال و حالا ببینم و مشورت کنم که یعنی نمیدم حالا ببینم به حساب دارم بگم ببینم پول داریم نداریم یعنی پیچوندن دیگه نمیده خب حالا ما با یه کسی یه رفاقتی داریم بعد مثلا من فکر می‌کنم، اون من صد تا دوست داره از هزار تا میگم خب این ده میلیون رو کاور میکنه این دوست داشتن ما مثال دارم میزنم و برای پولا میخوام ملموس باشه متوجه بشید آقا یارو به من زنگ میزنه داداش 20 تومن داری به ما بدی دو هفته ای یا من چکم پیشت میزنم میگم نه آقا چک چی این حرفا چیه با هم رفیقیم ولی آقا من واقعیتش گیره حالا دارم ها منتها رفاقتمون 20 تومن کاور نمیکنه دارم و میگم که داداش الان آره ببینم بذار نگاه کنم حسابامو ببینم چکامو نگاه کنم فلان بعد میپیچونم بهش نمیده سلام نکن فرداش یه جا نشستیم با یه کسی و میگه که فلانی رفیقته میگم آره میگه آقا چه بالاخات در اومد فلان جا داشتن زیرا به تو میزدن میخواستم مثلا فلان خدماتو بهت ندن این بالاخواه شما در اومد گفت بی خود و یه ساعت ازت دفاع کرد خلاصه واسه گرفت مثلا یه وامی میخواستیم بگیریم به ما نه مثلا واما که به ما گلن نمیدن آره رسمی با ما گفتن به ما گفتم بهتون وام نمیدیم گفتون التماس دعا داریم اشکال نداره مثلا میگه فر... بعد من میگم رفاقت این با ما 100 تا نبوده که 500 تا بوده 20 تومن که سهل 50 تومن هم کاور میکنه اولین چیزی که به ذهن من میاد بعد از اینکه میفهمم این منو 100 تا دوست نداشته 1000 تا دوست داشته یا 500 تا دوست داشته اولین حالی که به من دست میده چیه خوف خوف این برگردم ببینم آیا من حرمت 500 تا رو حفظ کردم یا نه یا حرمت 100 تا رو حفظ کردم بعد اونجا که میفهمم آ من حرمت 500 تا رو حفظ نکردم میگم آخ خاک بر سرم حالا خوب شد بهش نگفتم نه زنگ میزنم داداشون پوله که میخواستید آقا جوره شماره کارت تو بده برات بزنم شما وقتی کسی رو دوست داری و یه شناختی داری از اون دوستی دیگه وقتی میفهمی اون بیشتر از اون چی که تصور میکرد تو رو دوست داره اولین حالی که به شما دست میده خوفه خوف از این که نکنه حرمت این دوستی اضافی رو چیز نکرده باشید نگه نداشته باشی. اولین حالی که به دست میده اینه حالا اگه رابطه شما با خدا محبت آمیز باشه وقتی من بیام بگم خدا فوق اون چیزی که تو تصور میکردی و یه پله بتونم تو رو بیارم بالاتر که تو بفهمی خدا بیشتر از اون که تو فکر میکنی دوستت داشته اولین چیزی که حالی که به تو دست میده چیه خوفه خوفه اینکه وای من فکر میکردم خدا هزار تا دوستم داره فهمیدم دو هزار تا دوست هم داره این هزار تا اضافیه رو من حرمت جفز کردم یا نه سری بر تو گذشته ببینید جایی چیز نکردی کوتاهی نکردی اولین چیزی که به دست میده خوفه شما که محبت خدا واسط میگم میگی ای پس اینجوری گوره بابای نماز بابا تو اصلا نماز نمیخوندی تو ترسیده بودی فکر کردی یه جلادی میخواد ببره اونجا شق شقت کنه حالا فهمیدی جلاد نیست میگه گوره بابای نماز پس ولش کن بابا ما چه علکی ما رو میترسوندن این آخونده فلان فلان جدا تو اصلا نماز نمیخوندی برای معرفتش از رو محبت کاری نمیکردی ترسیده بودی ترس ریخته شده تجری حالا داری مالیات اون ترسی که داشتی چکار میکنی میگیری یعنی میخوام بگم در گذشتم نماز خون نبودی دلار راست میشدی حالا دلار راست نمیشی خوستش اینه که حداقل طلبکار از بندهای خدا نیستی دو رکت نماز میخونه طرف فکر میکنه دیگه الان همه عالم بهش بده کاره ما بچه بودیم میبادیم اینجا مسجد حاج غزنفر میرفتیم این امام جماعت خوبی داشت یه میخواست ما رو تشویق کنه بیایم نماز میگفت که جوون وقتی میاد سمت مسجد جوون و نوجوون هر قدمی که برمیداره خدا بلا رو از اهل اون سرزمین دفع میکنه ما میرفتیم سمت مسجد میگفتیم داف اول بلا اومد مثلا میدیدیم یکی نمیاد نماز میدیم میدیم ملعون به خاطر ما داره نفس میکشه بعد نمازم نمیاد بابا اون نماز بعد ازش توبه کنی از اون نماز باید به خدا پناه ببری یعنی واقعا باید از اون نماز فرار کرد نباید فرار کرد باید فرار کرد حالا بذار یه ذره دعای فرار رو بخونیم آه. شما انتقادی زاد... چیزی ندارین نظری صحبتی علما ها احسن موافقین پس خب خب ولش کن دیگه, دیگه یه بار موافق باش چیزی بدی نمیشه سلامت باش علما هم خوشحال میشن ببینن شما موافق چون الان دقت کردی چیز بود دیگه خب الله شکر الحمدلله الحمدلله تعقیبات چشم تعقیبات نماز عصر اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلات لا ترفع بعضی از نمازها باید به کی پناه برد به خدا نمازی که تو رو بالا نبره قطعا داره پایین میبره حالا کدوم نمازه؟ همون نمازه که وقتی میفهمی خدا مهربونه نمیخونیش چون تا حالا نماز نمیخوندی که ترسیده بودی یه کاری میکردی بعد میگفت من ترسیدم اینا چرا نمیترسم فلان فلان شده آجا ما بریم بهش اینا میرن بهش عجب گیری افتادیم ما تو دورکت نماز خوندی میخوای همه برن جهنم خدا خلق کرده خدا دوست داره خلقش همه برن بهش خدا دوست نداره کسی بره جهنم اینا باز دوباره از من نیست دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد سلام الله علیه میگه خدای من برم جهنم دشمنات خوشحال میشن خب دعای ابو حمزه رو کی نوشتن کیا بخونن همه بخونن پس مفهومش اینه که امام سجاد داره اعلام میکنه خدا و پیامبر از جهنم رفتن احدی خوشحال نمیشن پس چجوریه که ما از جهنم رفتن آدم خوشحال میشیم که هیچ تازه میگیم مگه میشه این, نر... این, باعه بره جهنم اصلا اگه اینا نرن جهنم که خدا رو قبول نداریم چرا؟ چون ما یه روزه گرفتیم عالم و آدم طلبکاریم چه ده چند ساعت میشه الان ما روزمون چند ساعت چیزی نمیخوریم ده سیزده دست،, دست اصلا نمیفهم کی شد من دو سه روز دکتر بهم گفته روزه نگیر یه زخم چیز دارم توی همین نمیدونم چی چیه مال بعد معده یه جایی هست اونجا زخم دارو داده اومد اینجا به من گفت آقا روزه نگیر حرامه روزه نباید بگیری دارو باید بخوری من دو سه روزه میخوام روزه نگیرم غذا گیرم نمیاد داروام هم نمیخوام اینجوری میمونم میگم خب این چرا چی شد حالا شب دو ساعت مونده دیگه نخوریم دیگه دو ساعت هم نخوریم تاموشه دیگه یعنی انقدر زود میگذره ما وقت نمی کنیم یه چیز پیدا کنیم بخوریم چون روزن حال بچه همون همه یه چیزی پیدا نمی کنیم بخوریم یعنی انقدر زود میگذره تا بولم بلمشی تکون میخوری بعد از شد و شب شد ما دو سه روزه میخوایم روزه نگیریم دارو بخوریم یه املت یکی به ما داد کلا خدا خیرش بده گفتم خب من خوردم بعد گفتم خب این که بدتره این که مثلا می تو دهن مدل سرویس میگونه این چی بود ما خوردیم مثلا خوردیم تیم دارو بخوریم چی چی بود ما خوردیم مثلا دیدی برای مریض بعد یه دار دوای مثلا یه غذای خاصی بخوره چه میدونم اینقدر کوتاهه حالا یه روزه میگیریم اولا که دهنش باید کپک بزنه بابا خب بشور خب بشور این دهن رو بشور منم میشورم دهن کپک زده یک بوی عجیب قدر. اصلا نمیفهم آدم یعنی آقا شما روزه ای به خدا معلومه اصلا روزه ای شما حتما باید با بوی دهنت به ما ثابت کنی روزه ای بالا زدن روزه رو باطل نمیکنه. بعدم سحری خوردی نختندون بکش از مسفاکم بهتره چیزی نمونه بو بگیره خب صبح بلند شدی به شور چه میدونم یه کاریش بکن دیگه حالا لبه کفک زده بابا کلا 13 ساعته فاستینگ میگیرن 16 ساعت ما یه رفیق داریم خیلی دک و است 24 ساعت وقت چیزی نمیخوره آب میخوره مثلا این چیزا بعد ایت. حالا اینا من نمیگم هیچ کدومش درست و غلطش اطبا میدونن به من ربطی نه نری نخوری بعد بخونی خودتو دکترها میدونن میخوام بگم نمیخوره سرش کم منت ند نداره میگه رژیم گرفتم نمیدونم چیشی گرفتم بابا نمازی که از سر ترسه تو رو به خدا نزدیک نمیکنه تو رو از خدا طلبکار میکنه تو رو بنده های خودم هم طلبکار میکنه بعد اصلا حالت میشه حالا که بگیم آقا امام سجاد تو دای ابو حمزه میگه خدایا تو دوست تو و پیغمبرت دوست دارید برم من بهشت دشمنات دوست دارم من برم جهنم و به خودت قسم تو دوست داری پیغمبرت خوشحال بشه میگه خدایا من برم جهنم دشمنات خوشحال میشم پیغمبرت ناراحت میشه به خودت قسم تو دوست داری پیغمبرت خوشحال کنی نمیخواد پیغمبرت ناراحت کنی یعنی چی یعنی تو پیغمبر میخواد ما بریم بهش یعنی مؤمن اونی که به خدا نزدیک میشه حالش شبیه اون میشه دیگه دوست داره همه برن بهش ما که دوست داریم همه جهان برن جهنم ما یه چیزیمون هست دیگه مرضی داریم معلومه عبادت ما رو به خدا نزدیک نکرده پس اون خوف و رجا اصلا ربطی به بهشت و جهنم نداره غیر از اینکه اصلا بهشت و جهنم اون چیزی که حالا تصور میکنی یه چاله آتیشه اینجا یه دونه اشرت کرده است قطعا نمیتونه این باشه شما میگید اون چیزی که علی ابن نبی طالب شبا میزد تو بیابون نمیتونست تو شهر وایسه تو پوست خودش نمیگنجید میرفت نعره میزد نعره مستانه میزد تو بیابون این به خاطر اورولین بوده یا به خاطر رودخونه شیر و اصل یا به خاطر رودخانه شراب یا جناتون تجریم تحت الانهار به خاطر این چیزا بوده یعنی امیرالمومنین این که نمیتونه سو شهر وایسه میزد تو بیابون طرف روایت داره مومد به امام حسن گفت تسلیت میگم بابا تو دیدم فوت کرد گفت چی چی فوت کرد گفت دیدم اونجا آقا اینقدر ناله کرد چوب خوش شد افتاد گفت بابا کار عرشه بشه یعنی عبادت حضرت امیر رو دیده بود حالش گفت آقا این تموم شد مرد رفت حضرت علی این کارا رو میکرد برای هوروله این بوده خب زشته که این حرف این همه اولیاء خدا نماز شب‌های آنچنانی عبادت های آنچنانی تهجد های آنچنانی اینا به خاطر حوری و گوری و میوه و موز و انار و انجیر و این چیزا حالا موز من نشدم تو با اینا نبود بکتر کنم ولی مثلا انجیر و انگور و اینا هست اینا با. مثلا برای اینا هست مثلا دو یه باقی و باغ خوبی باشه و قلمان به چرخ حواسه چای بیارن دمنوش بیارن نوشیدنی بیارن بخورن دور همه اشکو برای این چیزا اینقدر ناله میکردن. قطعا این نمیتونه باشه داریم اشتباه میزنیم اشتباه فهمیدیم مسیر رو قطعا این چیزا نیست میگه خدایا من تو رو عبادت نمی کنم از ترس جهنم یا به شوق بهش اینا چی چیه نه حضرت علی بگه حضرت علی که کلاسش خیلی بالاست صحره فرعون یه عمری اینا دنبال تو کسافتکاری بودن یه عمری یعنی گارد سرکوب چیز بودن فرعون بودن هر کجا مردم علیه فرعون شورش میکردن علیه ظلم و ایناش اینا میرفتن ملت رو میترسوندن با جادو مادو این حرفا ملت رو سرکوب میکردن گارد سرکوب فرعون شغل حرام سرکوب اونم در حکومت چی؟ حکومت تاقود حکومت دیکتاتوری ظلم فرعون بعد اه اه حقوق کی بهشون میداده فرعون لغمه حرام کارشون چی بود؟ هی بشین نقشه جدید بکشن مردم چجوری بترسونیم فعل همه چیشون حرام در حرام در حرام در حرام ظلمت در ظلمت در ظلمت در ظلمت اون روزی که حضرت موسی اومد اون داستان معجزه با این حرفا رو رو کرد اینا یه لحظه خلاصه گرفتن مطلب رو که آقا اصلا این داستانش فرق میکنه مثل ما نیست جنس خودشون رو میشناختن دیگه گفتن آقا این جنس ما نیست ایمان آوردن به حضرت موسی ایمان که آوردن بر نگشتن بگن که فرعون وقتی تهدیدشون که گفت لعو سلی جزو نقلم آویزونتون میکنم به خلاف دست رو قطع میکنم دهنتون سرویس میکنم چیکار میکنم چی؟ نه 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 اصلا بحث موجزه نیست یه بار توضیح دادم چی میشه که یک انسانی متحول میشه یک لحظه گفتم اینو یه بار براتون سر رشینه یک چیزی از مکارم اخلاق تو وجودش هست مکارم اخلاق چیه چهار تا چیز یه جای حدیثی هست منصوب به امام صادق و من دلمک و سلت من قطعک و اعطا من حرمک و کلمت و حق ولو الا نفسک حرف راست بزن ولو به ضررت باشه اینا حالشون نیبود گفتن آقا این مثل ما نیست آقا این اجنس ما نیست وگرنه اگه معجزه کاری میکرد که خب فرعون چرا ما بله کسی که به ظلم کرد ببخشش نه اگه این حالو داشته باشی ولو اینکه عبادت درست حسابی نداشته باشی این یه جا باعث جرقه میشه جامپ میکنه اینکه که میبینید یکی مثلا میگم فوزیل عیاس چجوری یه شب متحول میشه اکجا؟ کجا یه چیزی از مکارم اخلاق تو وجودشه اون باعث میشه که پرواز کنه برای همین پیامبر فرمود انما بو اثل و تمم ممکار مل اخلاق اومده یه دونه ای بکاره که یه جا بالاخره دست ما رو بگیره اینا حالا دیگه زحمت میخواد دیگه حالا زحمت شو یه وقتی یادم های فاطمینی ها کشیده بود کلی این ورونور که بفهمه چیه وگرنه آدمایی هستن یه عمر عبادت کردن بر های عابد به یه شب همشو به باد دادن به یه شب به یه شب همه رو به باد دادن بعد یعنی بعد باختن حالا سهر فرعون وقتی فرعون تهدیدشون کرد که آقا میزنم خلاصه پوستتون رو میکنم دهنتون سرویس میکنم ها اصلا اون چقدر بلد بوده گفت ها موسا سردسته شما شما من فریب دادین این اومد علکی ادعا کرد شما اومدی گفتید ما روشو کم میکنیم دست به کی کردید فلان فلان خیلی بلد بوده رسانه سرش می شده. بعد خلاصه ریخ به هم بازیه دیگه میدونی اینا چی گفتن اینا نگفتن به درک دنیا ل... دنیا ما رو میگیری آخرت هست حالا دنیا ما رو میکشیم و میریم حوری قوری اصلا یعنی میپریم تو بهش آه یه علمه... یه دبیرستان دخترونه هورول این وایساده منتظر ما همه میگن بیا 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 نه میوه ها اینجوری می بیا منو میوه میگه بیا منو بخور من میگه پرنده میاد آقا میخوای کباب دوستن تصوری که بهش دارن نه اینا اینو نگفتن گفتن والله خیرون و ابقا گفتن خدا بهتره یعنی بهشت و جهنم چشمون رو نگرفته خود خدا چش ما رو گرفته بابا سهره فرعون خدا چششون رو گرفته حتی اون زنایی که تو مجلس چیز بودن نه نه مجلسی که آخه من, من خودم میگم دیگه حالا الان عجب گرفتار شدیم جایزه میدن جای من خودم میگم آخه جایزه میدن الان مامانم میگه بابا مهرمون صحبت کن عصبانی نشو فیلم تو آوردم به یکی میگی من جواب تو نمیدم گفتم بابا اون آخرش متنبه شد گفتم من پذیرفتم اون گفتم ماچ خانم تو تا تای فیلمو ببین گفت نه مامان عصبی نشو بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم شیطان میخواد تو رو فریب بده گفتم بابا اینا اصلا شیطان چی دست شیطان اپوش آره باشه 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 شما هر چی ما سیدا اصلا منم چه جوریه ما گیر رو گیر هر مناسبتی جیب ما رو می‌زنید آقا چه نمیای چیزی بدیم به ما ها ما چیم کریم بودن آه. به سادات ثواب داره من یه سید دارم بیارم بهش نگاه کنه ای کفاره ندی آره شما زرنگین حالا الان که چی الان چی میخواین الان میذارید سخنرانی کنم یا نه کو تولد امام حسن دوازدهم <applause> حالا امشب سوال ندارید چی کنی حالا به تازون شیشه اصل بیارون نم چی کنو گوش کنید تو مجلس زلیخا بابا اینا یه یوسف رو دیدن یوسف رو دیدن دیگه پرتغال رو ندید دستش رو قد کرد میگه انگشتاشون رو قطع کردن نه بریدن قطع کردن یارو یوسف رو میبینه دیگه میوه و ترنج از چاقو تشخیص نمیده بعد شما تو بهش میخواد دارید هورولم ببینین چجوریه میگم یعنی خدا باشه جلو خدا کسی خدا رو ببینه دیگه این چیزا به چشش میاد حالا یه تصور غلط از بهشت و جهنم تو ذهنمون درست کردیم یه ترس و طمع درست شده اسمش گوشته خوف بابا این چه ربطی به خوف و رجا داره آخه ربطی بهش نداره که این ترس و طمع بعد به ما گفتن سریح گفتن خدا رو نه در ترس عبادت کنید چرا چون اصلا در ترس عبادت نمیشه کسی چون هر کاری تو ترس بکنی از ترس منشأ ترس است هیچ معرفتی بهش نیست اسلحه بزن رو سر الان اینایی که میخوان جامعه رو محجب کنن اصلا شما بکنیدش قانون با عمرن حریف نمیشید ها حریف بچه ها خود تو نوا خود تو نمیشید ولی به فرض محال شما حریف شدید اصلا سر کوچه هایی که دوشکا گذاشتین گفتیم بدون روز سر چادر اومد بیرون تیر بارون میکنیم به فرض محال عمران نمیتونید ها یعنی زورتونو بزنید هرچی تلاش میتونید بکنید بکنید اما اینکه فکر میکنید برای خدا دارید این کارو میکنید بی خود از این فکر میکنید خدایی در کار نیست آقا چون اگه برا خدا بود یه ذره فکر میکردید این کاراتون غلطه ولی به فرض محال به فرض محال 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 اندر محال اندر محال اندر محال که دیگه محال نیست که آقا به فرض محال شما تونستید همه هم بکنید چادری اصلا پوشیه بزنم بیان که چی؟ چه فایده ای داره؟ ترسیده از ترس کار از ترس کمالی توش نیست شناختی نسبت بهش نیست معرفتی روش این فقط حال رو میخواید خوب کنید میخواد بگید ما گن نزدیم ببین جامعه همه محجبه آقا گن زدید بدم گن خراب کردیم چی بود نقی بود خراب کردید بدم خراب کردیم باختیم بعدم باختیم چی؟ مثلا حتی شدنم بله راه هست بله 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 ما از این کاری که میکنیم دست برداریم درست میشه اون اونا دیگه بدتر اونا چون نزدیکتر با آتیش هم بیشتر سوختن بیشارا بیشتر وجوب کی توضیح داده برای کی توضیح داده توضیح بلد بودن برای ما توضیح میدادن کی توضیح داده توضیح نداده کسی خودشون اطلاعی ازش ندارن فقط با زور حالا زوره کم شده زور اونا زیاد شده تموم شد رفت نه نسل جدید شما حریف نسل قدیمم نمیشید من دم میگم آقا دهه 90 ها چیکار میکنن چیکار میکنن شما حریف دهه 60 دیگه نمیشید تموم شد رفت چون راه ق... آقا ترس تا یه جایی کار میکنه یه جا ترسه میریزه طرف میزنه بیرون میگه آقا ولش کن اصلا من میگم فرض کن شما موفق شدین فایدهش چیه دین اومده برای کمال کمال امریس اختیاری و بر اساس شناخت حتی اختیاری بدون شناخت فایده نداره این همه روایت این همه متل این همه مثل این همه داستان میگه این اسطوره این واقعیت نده اسطوره است میگه یه ملکی داشت رد میشد از روی جزیره ای دید که یک عابدی اونجا داره عبادت میکنه یارو فقط عبادت کارش عبادت اما میوای جنگل هم هرچی هست میخوره و فلان اینا و عبادت میکنه فقط گفت خدای من میخوام ببینم این چیکار کرده تا الان چی ساخته برای خودش بعد نشونش دادن میگم داستان اسطوره است گفت مثلا بهشتشو من ببینم دید آقا بهشتش هم چی چهار تا دار درخت جوزی و یه کلمه یه چیز گفت رو ببینه نظرش رو بهش دوست میشه این چی میگه این گفت خدا این چرخه کم مثلا یه رو هشتاد سالشه همش عبادت فلان از جوانی مشغول عبادت همین میشه که شما یه کسی 50 سال داره کار تجاری میکنه بعد بهش میگه آقا بیا بشین ببینم مثلا شما حسابدار میگه آ حساباتو بیار بریم بیار چقدر درآمد بوده میگم 100 میلیون کلا فا چه کار 50 سال خیلی تعجب کرد گفت خدای همین میگه بهش گفت که خب برو ببین حالا میگم نه اسطوره داستان اسطوره تعریف کن حالا صبح دیگه نه خدا به کی گفت ملک چه جوری گفت آقا اسطوره است حقیقتش مهمه حقیقتش مهمه واقعیت نداره آیا چی گفت خودو گفت خود برو ببین چشه این رفت به صورت آدمی رفت اونجا و آقا سلام علیکم سلام این طرفا گوره ما داشتیم رد می‌شدیم من خودم دنبال یه جا می‌گشتم عبادت کنم گفت اتفاقا منم کارم عبادت فقط گفت چقدر خوب آقا مشغول عبادت شدن و آب دیدی آ این چقدر باحال یه جوون چقدر خوب عبادت میکنه مثلا زواهر عبادت همه چی درست مثلا هم دو خوبه حالا هم دو سوره در کار نبوده اون موقع که مثلا خیلی همه کاراش میزون ترتمیز اینا خیلی حال کرد بعد این یارو آبده خسته میشد دیدی نه خستگی ناپذیره این همینجوری گذاشته رو دور تند و همینجوری داره میره و پرقدرت و خیلی حال کرد و خلاصه خلوتی شد نشستم به جوونه گفت آقا دمت گرم خیلی کارت درست من جوونم بودم اینجوری نمیستم عبادت کنم ولی کلا تو اندازه من بهش گیری اوف ترکوندی فلان و جوونه بهش گفت که اینجا چه خبر بالاخره حال و روزت نا گفت آره اینجا همه چیش خوبه من فقط یه ناراحتی دارم اینجا گفت چه ناراحتی داری گفت این علفه رو اینجا ببین من سال هاست تو این جزیره میشکم اینجا من تنها اینجا زندگی میکنم فکر کنم تارزان بوده نمیدونم گفت مثلا تنها هم سال ها اینجا تنها دارم عبادت میکنم اینا گفت خب گفت علفا ببین سبز میشه گفت سبز گو اینا دوباره پاییز همه زرد میشه گوه خب الان مشکلش چیه گو ما تو ده موچه بودیم یه کت خدایی داشتیم یه خری داشت این علف های بقل جوبا رو میخورد خب خدا حتما ده برابر صد برابر شاید هزار برابر کت خدا ما باشه ای کلش حتما خرشم هم هزار برابر خر کت خداست کاش خدا این خرش رو میفرستد این علف رو بخور اینا استراف نشه مرکبش گفت شوخی میکنین الان دیگه بخندین گفت نه شوخی چیه گفتم یعنی خدا گارده که خدا یه چیز گونده است مثلا هزار برابر کت خدای ما سواری یه خر گونده است هزار برابر خر کت خدای ما. این دیدیم بدبخ اصلا خدا نمیدونه چی چیه این فکر خدا یه چیز گونده ایه یه خر گونده ای هم داره هرسم میخواد که چرا خر خدا نمیاد علف جزیره رو بخوره آقا داره اختیاری عبادت میکنه ولی چون شناخت نداره چیزی گیرش نمیاد شما زوری چادر سر مردم بکنید بدون معرفت خب چه فایده ای داره فایدهش چیه غیر از اینکه دل خودتون خنک شه خب این کارو طالبان هم داره میکنه دیگه <تصفح> ها <تصفح> خب میدونم آخه قانون باید یه فایده ای داشته باشه دیگه شما چرا این قانونو گذاشتید دنبال چی میگردی خب آفرین خدا پدرت رو بیامرز خب، امشب یه تندری بذارم اینجا امشب خیلی خوب شدی هرچی میگی خیلی خوبه جزا نه و حرفا چیه اونجا هم نشستی جا کوچیکا نیست اونجا فرق نمی‌کنه میگم مامانم هم خوشحال میشه گفت چقدر سر این داد زدی گناه داشت نه یا حالا داری می آی حالا گوش کن گوش کن حرفا گوش کن خوبه امشب حالت هم خوبه حالا منم خوبه الحمدلله میتونیم چهار رکعت با هم نماز بخونیم به آقا حرف میدونی چیه ببین خوف و رجا رو نفهمیدی ترس و طمع و گذاشتی جاش بعد تاکید کردن به ما که از رو ترس و طمع کاری نکنید دو بارها و بارها صدها حدیث روایت مطلب معرفت فلان, فلان. که آقا عمق عمل به معرفت شماست به اون عمل هرچی معرفت شما به خدا بیشتر بشه عمق عملتون بیشتر میشه اصلا یه کارایی رو نمیکنید وقتی بشناسیدش اصلا حقایق رو بفهمید من الان خیلی آردیدم دیدم دست و پا داره میزنه دست و پا حسرت میخوره بهش میگم آقا چی شده میگه آجی فلانی سرمایه داره بعد هیئت میگیره سه هزار نفر شام میده من که دوست داشتم من پول داشتم این کارو من میکردم. آقا من اصلا با پولدار شدن هیچ مشکلی ندارم. من ثروتمند شدن رو مقدس میدونم، تولید ثروت مقدس میدونم. اینکه بعد بلد باشی سروت تو کجا خرج بکنی و معرفت میدونم هیچ مشکل ندارم. خودمم کار میکنم هرچی دلتون بخواد. خب من امروز صبحم رفتم کارخونه سر کار چه میدونم بعد از اونم جلسه داشتم شبیه هم دوباره جل قبل اینکه بیام جلسه کاری داشتم دارم برنامه‌ام سر پس من با کار با تولید پول ثروت هیچ مشکلی ندارم خیلی هم خوبه برید کار کنید پول درآورید کنید همه چی من اوورت مشکل ندارم اما یه حرفی میزنم داری دست و پا میزنی داری روز خودتو میکنی شب داری تلخ میکنی به کام خودم که چی ببین اگه راست بگی آ من کار ندارم که خیلی اخ ما راست نمیگیم خیلی ماها یه نیت دیگه داریم یه کاور خوب خوشگل میگه حاج آقا من دعا کردم خدای خونه بزرگ به من بده توش جلسه بگیرم مثلا سالی یه دهه هیئت بگیرم گفتم خب تو مسجد محل بگی به اون بزرگ نه تو خونه بزرگ میخوای که 352 روز عشق و حال کنی توش فوتبال بازی کنی توش گلف داشته باشی زمین گلف حال کنی ده روز یه روزه بگیرین به بهانه اون روز تو بگو خونه بزرگ میخوام چرا چرت و پرت میگی روزه رو برو تو مسجد بگی تو این همه مسجد حسینیه هم هم خالی افتاده همه جوری خبری هم نیست برو اونجا بگی یا آبادی هم میشه هم وزای مردم نمیشی هم همه امکاناتی توش هست فلان برو اونجا بگیر. خونه بزرگ میخواد خب مثلا آدم بگو خونه بزرگ میخوام طرف یه امامزاده ای زن میخواست این مثلا خواست مثلا چیزش کنه رفت گفت یا امامزاده یه بچه ای به ما بده نگو بالاخره بچه با زن بگیرم بچه داشتم اومد بیرون یه زنه بچه بغلش گفت بچه من میگی من آب بخورم این تا بچه که بغل زنه در رفت این یه بچه من تو بغلش اومد آقا کنایه سرت میشه من بچه می‌خوام چیکار آقا زن میخوام بگم من زن میخوام چرا خالی میبندی خونه بزرگ میخوام بگو خونه بزرگ میخوام من میگم اصلا تو راست میگی تو میگی خدای پول زیاد به من بده که برم کار خیر کنم تو اصلا داری راست میگی اما ببین حرفت بیمعرفتیه یعنی نفهمیدی عالمو یه مثال براتون میزنم آقا یه داستانه فکر کنم دروغه بعید میدونم راست باشه حالا مثلا فرض میکنیم راسته ها چون حقیقت داره ولی واقعیت فکر کنم نداشته باشه نمیدونم حالا من نفیا نسبتا حرفی راجع به سندیت این حرفه ندارم ولی مفهومش درسته شما مفهومش رو بگیرید دیگه کاری به داستانه اشته میگه پیامبر صدا کرد سلمان عبوزه رو گفت بیاد اینجا ببینم بابا سلمان بیا ببینم با عوازر بیا حالا سلمان پیامبر بزرگتر هم بوده گفت بیا ببینم با بزرگ بیا گفت خب بچه این پول این پول بهت حال کنید گفتن آقا چی گوه هدیه هدیه پولی اومد گفتیم یه حالی به شما دوتا بدیم گفتن آقا در شما داد نکن رفت فردا صدا که سلمان ابوذر بابا بیا نیجه کارتون دارم حالا این دیگه گفت کفشاتون رو در آرید مثلا یه چیزی کفاشون بود نبود نمیدونم اینا رو حالا گفت در یه سنگی بود اونجا داغ بود میگم ممکنه داستان دروغ باشه و من هر چی دو تا چهار تا میکنم نمیتونه راست باشه ولی حقیقت داره یعنی حرف حساب توشه بعد گفت سلمان برو بالا ببینم چیکار کردی برو این سنگ وایسا بگو رف وایسا گفت صدقه دادم اومد پایین با ابوذر گفت بابا تو برو بالا ببینم چیکار کردی ابوذر رف بالا مثل من یه ذره قزامزا دوست داشته اینا واقعا خلاصه ما یه املتی زدیم پنیر خامه ای زده بودیم توش آره آره شب اصل خوردیم لوبیا خریدیم توی اشغال کرده بود با پوله خلاصه تا اومد توضیح بده مثلا پایش حالا دیگه میگن دیگه من با ایناش من با داستان کار ندارم من یه سال از شما دارم چقدر پول داده بود پیامبر بهشون مثلا ده درهم من نمیدونم اصلا درهم چقدره مثلا ده حالا مثلا میخوام ذهنتون آشنا مثلا ده درهم داده بود از شما سوال میکنم اگه صد درهم میداد به سلمان چیکار میکرد چیکار میکرد اگه هزار درهم میداد صد هزار درهم میداد یه میلیارد بهش میداد همه عالما بهش میداد آقا اونی که تو نخ دیگران تو نخ خودش نیست چه ده درهم چه هزار درهم میبخشه حالا خدا که میخواد واسه این بنویسه تاثیر عملو مینویسه ده تا سکه بخشید میگه خب تو هزار تا میدادی میبخشید میگه نه چیزی که براش اتفاق میفته اینه بارها و بارها بی نهایت بار عالمو دادیم بهش بی نهایت بار عالم بخشید به دیگران برای همین امام رضا علیه السلام فرمود اگه معرفت داشتی وفعل ماشد برو هر کار خاصی بکنی بکن یعنی دنبال کم و زیاده عمل نباشه بعد یک چیزی اونجا بود چون همه جا هست میگه حضرت و آدم اومد دو رفعه بهش گفتن اینجا چیکار میکنی یعنی همیشه یکی از چیزی به تو رو بریزه به هم طرف به امام رضا گفت آقا شما گفتید معرفت داشته باش وف الماشت حضرت فهمون بله گفت یعنی بریم زنا کنیم دروغ بگیم دزدی کنیم آقا فهمون شما همه حرف منو اینجوری میفهمید الان من اینو گفتم میگم معرفت داشته باشی کم و زیاده عمل دیگه همیتی نداره چون کمش هم زیاده سکه که داتاسیک سکه تو رو بالا نمیبره بی نهایت چون حال تو اینه تو باسه خودت خرج بکن نیستی تمام شد رفت حال منم اینه که هر چی بدن حالا داتاسیک سکه دادن هزار تا بدن من مال خودم خرج میکنم آقا تمام شد رفت به دیگرانم کمک میکنم کمک میکنم که وقتی خرج میکنم احساس چیز نکنم مثلا از اواجان با با, با کی به خاطر بخورم از آوجدان نشته باشم پس معرفت اگه باشته باشی اصلا دیگه دست و پا نمیزنی کار میکنی یا دست و پا نمیزنی به در و دیوار نمیکوبی حسرت علکی نمیخوری اون که معرفت داشته باشه بعد به ما هزاران بار گفتن معرفت در عمل بعد میگیم هجاب قانونه به قول آقا اعمال قانون میکنیم اینه بستن که عبند رانندگیه خب ببینم حجاب در این حد آوردینش پایین دیگه خب دیگه با اینکه حجاب چی بود اصلا بابا اصلا حجاب میوه بود قرار نبود میوه رو ترویج کنی که میوه درختی بود اون درخته چی بود آقا درخت حیا بود گفت شما درخت حیا به کار خودش رو با بقیه چیکار میکنه تنظیم میکنه تو چیکارش داری مگه همه جا میتونی دنبال طرف را بیافتی بری خودش چون هجاب یعنی تنظیم رابطت با جامعه یعنی پوشش تو جوری قرار بده که نه سر به سر جامعه بذاری نه کسی سر به سر تو بذاره اگه دوست داشتی یا پیشنهاده زوری در کار نیست اگه دوست داشتی یه جوری بپوش که نه کسی رو به هم بریزی نه کسی جورت کنه تو رو به هم بریزه تمام آقا من نمیخوام رعایت کنم اشکال نداره آقایون قدوم چشاتونو بپوشونید چشاتونو بپوشونید تو قران گفته میگه به مؤمنون بگو چشاتون بپوشونید شاید زنه نخواست رعایت کنه تو چه چشاتو بپوشون ولی به اونور بزنه گفته پیشنهاد من اینه به تا حالا تو تو خودت که نمیخوام ما که زور کنیم همه رو که قل المؤمنون یغضون من ابصارهم قل للمؤمنات یغضون من ابصارهن میگه حالا اگه مرد نخواست رعایت کنه یا زنه نخواست رعایت کنه میگه باشه تو چشاتو بپوشون باشه اون نمیخواد رعایت کنه دیگه تو چشاتو بپوش؟ پیشنهاد چیه واسه ما میگه آقا من پیشنهادم به آقایون خانوما فرق نمیکنه اینه که یه جوری لباس بپوشید کسی رو اذیت نکنه مثل عث زدن قبلا من یادم دیگه آقا حدیث میخونم گفت پیامبر اکثر خرج شخصیش عت بوده بعد عت چی بود بزن بریم جمکران یاس رازقی یه بار یکی آقا ما رو بغل کردین عطر زده بود من سه بار اون لباسو شستم هنوز بو جم... هنوز میداد یه مش عطرای در پیت در به داغون حالا ما یه سری رفیق داشتیم این چیزا مك... بود باش مثلا چی بود اه... اه, اه طبیعی میوه که میزنن توی آب میوه ما ها اسانس میرفت اسانس میخرید میومد ترکیب میزد تو اجره بعد میگفت عطر فواکه <applause> 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 میدم بابا اینا چیه خاطی میکنی ما هم یک بوی گند عجیب و غریبی بعد حالا زده از این عطرها رفته نشسته تو اتوبوس شرکت واحد عزیزم الان یه جانباز شیمیایی بچینه و قبل تو نه یه آدمی آسم داره این شب تا صبح نمیخواه با بعد اکسیژن بذاره تو کردی باش یه چیزی شنیدی عطر عطر به علاوه شعور بعد به اینجا میرسیم که وقتی میخوای تو اتوبوس سوارشی نه بعد دیگه یه چیز رو تند بزنید دهن ملت سرویس کنی شاید که آسم داره شاید که مریض سرما خورده یکی جانباز شیمیایی چیکار میکنی؟ ببین وقتی معرفت نیست کار دیگه اصلا دست در میره کار خراب میشه اینجوری میشه حالا میگه عطر رو نمیگیری باید مراعات کنی الان چرا میگن تو ماشین سیگار نکش میگه آقا قبلا تو هواپیما میکشیدن آقا تو هواپیما سیگار حالا اتوبوس یاد اتوبوس شرکت واحد همه سیگار دستشون بود یعنی قشنگ ما سوار میشدیم پیاده میشدیم مینی بوس بودیم قمتازه ما مینیبوس سوار می شدیم یارو سیگار میکشید. خیلی لاتی می کرد. خیلی با معرفت بود. بغل پنجره میشه سیشر میدادیم وگرنه که همون کف بود سیگار سیگارشو می کشید میتونست بگه چرا سیگار میکشی؟ بود گند سیگار که می گرفتیم خدا نکرد که مریض بود. بعد رسید بشر رشد میکنه آقا این خیلی زایی است که تو اتوبوس شما سیگار میکشی. الان دیگه تو ماشین شخصی هم بخوای سیگار بکشی بعد اجازه بگیری. یعنی اینقدر شعور میدونی هی ب... پیشرفت میکنه معرفت داره زیاد میشه خب میگه آقا همونطور که عطرت ممکنه حالی که بد کنه پوششت هم همینه منتها اختیاریه، ها اختیار داری دیگه باشه حالا آقا من نمیخوام رعایت کنم باشه من سرم میذارم پای من کل خودم که اختیار کله خودمو که دارم که کلا میذارم پای مزاحم تو هم نشم با نگاهم قرار بود اینجوری باشه نه قانون اسلحه بیار جریمه سه میلیون حساب تو خود به خود کم میشه خب این چی اولا که دهن بانکا سرویسه چون ملت پلاشون تو بانکا در میاره بعدم دختره خلاف میکنه تو حسابش میکنه صفر حساب باباش که برداری که دختره میگه آقا حساب هر چی میخواد انقدر جریمه کن تا جریمه دونت پر بشه یه رئیس جمهور داشتیم اینجوری با جهان حرف میزد حالا ما با شما اینجوری حرف آره همه میشین به کار بانک خروجتون رو میگیریم نه ما بیست سفر خارجی داریم میریم بگیر جلوشو بگیر یه چیزی میگه از این دادم خندش می اون که میخواد خارجیش بره میره جریمش رو میده خارجش هم میره دادش اصلا یه چیز فرمت فقط دارید خودتون رو خالی میکنید آقا قبول کنید اشتباه کردید قبول کنید باختید قبول کنید بلد نیستید برید کنارش از چهار نفر بلد باشن شاید چهار تا بلد باشن خب برید کنار استفا بدید آقا ما بلد نیستیم دلتون خوشه فکر کار فرهنگی بلدید بلد نیستید آقا درسشو نخوندید سوادشو ندارید زبون بچه ها رو نمیفهمید خودتون اعتراف کردید زبان نسل جدید رو نمیفهمید که اصلا بخواد باشون حرف بزنید مثل که الان منم مثلا بفرستی تو هندوستان یا بفرستی توی چه میدونم اروپا برم صبح. اصلا من زبان انگلیسی بلد نیستم اردو هم بلد نیستم برم چی چی بگم اتا پتا کنم بس زبونشون رو بلد بشم برم صحبت کنم من بلد نیستم زبونشون رو خود من غیر زبون فارسی هیچ زبونی الحمدلله بلد نیستم عبیخ خب هیچ نه عربیش هم بلد نیستم عربیش هم کتاب باید بخونم بفهمم خب میفهمودیم بله <applause> هجاب که مثلا مسئله هجاب اینقدر قدر با قانون پیش میبرن اینا هدفشون چیه یه چیز دیگه مثلا پشت پرده نه, نه آقای چه هدفی نداره چون در ضمن اینا مثلا ذهن مردم به سمت هجاب نه نه حالا دیگه توهم توته نداریم که داداش توهم توته نداریم داریم صداقت بگیم میگیم ان شاءالله صداقت دارم مثلا واقعا دنبال دینن راشو بلد نیستن نمیخوام بگیم یه چیزی رو میخوان مخفی کنن سر کار گذاشتن جامعه رو خب نه من من دارم من اصلا حرفم برای حجاب و غیر حجاب نیست اینا مثاله میخوام برای اینکه روی مردم میذارن چرا توی مکان مثلا شهری که بالا شهرشونه تهران جایی هست بچا خودشونن اونجا ما خودم بالا شهر میشینم منطقه یک میشینم اونجا هیچ کاری با ما ندارن هیچی چی بله مترو پایین میگیرن بعد حجاب رو مترو بالا که اصلا ما مترو سوار نمیشیم میدونی که ماشین شخصی داریم راننده خصوصی داریم اینجوری میگیم سلامت باشین بزرگوار میگه اینا پول دارن واسه خوبه به جا وصلن میزنن بدبخت نیرو انتظامیه مگه کسی ازش حمایت میکنه میگفت رفته بودم موبایلمو دزدیده بودن رفتم پاسکا به من گفت حاج <تصفح> اومده موبایل طرفو بزنه موتوری پریده پای موبایلو بزنه من دیدمش گشت موتوری بودم داد زدم دنبالش کردم ترسیده فرار کرده نتونسته موبایلو بزنه یه مثلا 20 متر جلوتر خورده زمین زانوش ترک برداشته میگه رفت بزنه دست دختره پرید پایین بزنه تو من گاز دادم داد زدم آقا در رفت رو موتور خورده میگه رفته از من شکایت کرده از من دیگه گرفته گازه من نمیدونم باید چی کنم من من. دوست بود مزد زد با تو پیشونی من آقا با لگت زدم به موتور موتورش افتاده مهمور آقایی زد تو سیری تو گوش خود کرد شکایت از موتور خب دیگه حالا حالا حرفی نمیخوام میگم شما آدم عادی میگم مامور نیرو انتظامی مامور گوش کن آقا جون مامور نیرو انتظامی جلو دزدی رو گرفته دوزه خورده زمین رفته ازش شکایت کرده دیگه گرفته ازش مامور چیکار کنه میگه ول کن بابا می دنبال دردسر میگردی چرا حقوق بهش میدی که بره جریمه بده حالا میگه من بالا شهر برم گیر بدم این باباش کارخونه داری باشه به یه وصل باشه یه بلای سرم بیاره یه خب میگه ول کن دیگه میگه بریم پایین شهر از این بی کسا کارا بگیریم کم پر بشه این گزارشمون هم فلان بشه میشه یه بام و دو هوا ولی دیگه حریف نه پایین شهر میشه کسی نه بالا شهر چون معرفته نبوده ترسونده بودی ترسم ریخته حالا میخوان مالیات ترسی رو که داشتن ازت بگیرن راهش چیه؟ راهش اینه که شما اصلا دست به آقا بلد نیستید این کاره نیستید اومدی نشسته تو تلویزیون با افتخار ما سه میلیون جریمه میکنیم از حساباشون کم میشه درست میشه همه چی ننه خودت اینجوری چادری شد خب مادر من مال زمان شاه زمان شاه محجبه بوده با اختیارم معجبه بوده جایزم نمیدادم برای اینکه کسی معجبه باشه میگو تو مدرسه مسخره میکردم این کچله که موهاشو میپوشونه می‌خواستن اذیتش کنم بچه ها خب این چادری که کله اون بوده با باتون بوده با زور بوده با اسلحه بوده با جریمه بوده با چی بوده نه فکر بکنی صحبت کنی اشکال نداره ها به حضرت عباس آره فعلا یه امام جمعه هزار میلیارد اشتباهی زدن به اسمش اول گفت رو جعل کردن بعد گفتن نخیر خودش رفته زده به اسم خودش الان هم دارن منو تهدید میکنن که تو چرا گفتی گفتم دست شما درد نکنه به اسم شما زدن اول اومدی گفتی امضای من جعل شده بعدش حوزه علمیه بیانیه داده که نخیر خود ایشون رفته امضا کرده بعد حالا من مجرم شدم منو تهدید میکنی بچه میترسونی به زودی میبینید چی چی میشه هرچی میخواد بشه اون چیزی که باعث بیدینی میشه تو جامعه این چیزاست این که امام جمعه مشهد ده درصد تولیت گوهرشادو بگیره بخوره به هیچ هم پاسخگو نباشه همچنان هم امام جمعه باشه همچنان هم حرف مفت بزنه اونجا این بردمو بیدین میکنه این که زمینای موقوفه قزوین رو بدن به ثمن بخش به دختر عروس آقای فلانی این که موقوفات فلانجا رو بخورن معلوم نشه چی شد موقوفه رو بفروشن بگم میخوام بیمارستان بسازیم کو بیمارستانی که ساختید اینا بیدیم میکنه مردمو اینکه یه بام و دو هوا باشه اینکه پایین شهر رو میگیرن بالا شهر رو میترسن بگیرن اینکه آقاین مسئولی 100 تا پرونده ازشون رو میشه خط بهشون نمیفته مافیا بازی کردید که بهش خط نمیفته مافیاست ایناست مشکل نه اینکه چهار تا دختر موشو گذاشته بیرون تو کردی چهل سال بودجه فرهنگی سالانه چند هزار میلیارد گرفتیم چیکار کردیم ما به جای اینکه به مردم بدهکار باشیم بریم جواب مردم بدیم طلبکار شدیم باز میخوام مردم پول بگیریم به اسم حجاب بعد چه جوری همش فقط پول میگیرید چه جوری پول بعد میگه نه عین کمربند که درستش کردیم اینم درستش میکنیم خب باشه اسم دین و عروش فردل بگه جمهوری ایرانی هر کاری خواستید بکنید اسلامش رو بردارید ادعا علکی نکنید هر کاری دوست داشتید بکنید اگه به خدا من دیگه یک کلمه راجع به شما حرف زدم مگه همه تو اروپا تو آمریکا چه صفات کاری میشه ما میام سخنرانی میکنیم کسی شما ادعا کردید اسلام شعار علی بدی به روش عمر سعد عمل بکنی خیلی زشته 50 تا ابن زیاد جلو شما بعد لنگ بندازه کارا چیه میکنید به اسم دین به اسم امام حسین به اسم اهل بیت و حالا نشستین میگه هرجمرج و مرج هرج این همه بی‌عدالتی این همه ظلم این همه تبعیض سه میلیارد و سیصد هفتاد میلیون دلار تو هر کشوری اینجوری شده بود شصت تا مدیر که سال تا شو به سلابه میکشیدند خط به کسی نیفتاد آقای رئیس جمهور امروز سخنرانی کرد پیروز انگار گفته بودن سه رقمی میشه دیدید نشد هنر کردی به ما بگو سه میلیارد و 370 سده هفتاد میلیون دلار رو چجوری تو دولت شما وشتن بردن و نابود کردن رفت وقت برای 5 میلیارد 6 میلیارد که تو کره جنوبی داشتید چونزه بار جشن گرفتید هنوز یه سنتش تو ایران نیمده اینا بیدیم میکنه مردمو اینا ناامید میکنه مردمو اینا باعث میشه طرف جوان دیگه حرف ما رو گوش نده میگه حاجه قصه حرف نزن تو هواپیما یه پیرمرده آخونده بیچاره ما چقدر دلم سوخت باسش <applause> آقا نشستین تو هواپیما خب شما که هواپیماتون انو آماده نیست برای چی ملت تا تو سالن خونک میاری تو هواپیمای داغ هواپیما تا روشن نشه جهنمه گرم نیم ساعت نشستیم گرم من خودم از کلم از کف کلم عرق برفت تا کف پام قشن پیگیری میکردم داری میگه کجا یه خانومه سنش روسریشو برداشت سنش هم بالا بود شیخه بلند شده خانم موهاتو بپوشون گفت خفه شو شما جلو اختلاسا رو بگیرید شما جلو دو ها رو بگیرید شما جلو بیر... اصلا چی کاره این پیرمرد چیکاره بود بعد این دزدی کرده بود الان اینجا بود این چیکاره است این اگه دزدی کرده بود که الان تو سی آی پی و وی آی پی و چه میدونم بیزینس کلاس نشسته بود پنج تا محافظم داشت شهرت که کرد بزنی که این بیچاره اخوندم زاهر شد همه هم زدن زیر خنده اینا بله وقتی اختلاس شده دهنتون رو بستید به یه تار مگیر بدید صدا مردم در میاد مگه مردم چیزن مگه گله گوسفندی رو بردین ایرانی هن هزار خورده ای سال جنگیدن واسه دموکراسی نمیدونم چی چند هزار سال تمدن دارن سیصد چند سال میشه مشروطه تا الان صد خورده ای سال اینا جنگیدن واسه دموکراسی واسه اینکه حق دست خودشون باشه چند هزار سال تمدن دارن میخوای جلوی اینا وایسی سعدی دارن حافظ دارن مولانا دارن خیام دارن اتا چی میگی خیام با همون شیشهش میاد میزنه تو کلت والا به خدا چی ما چارت مسئول قشنگ معلومه که دلشون به مملکت نمیسوزه کسی دلش به مملکت بسوزه حرفاشو وزن میکنه میزنه که مبادا یه چیزی آسیب بزنه به مملکت به کشور به مردم اینا وزن نمیکنن که اینا کیلویی حرف میزنن یعنی من نیدم این امام جمعه مشهد یه صحبت بکنه کینه درست نشه ادابت درست نشه مردم موزه نگیرن اون آبیا سو استفاده نکنن اصلا اینکار تولید محتوا میکنه مال اونا. بله دیگه خب آخه این که نشد که بعدم آقا جواب نمیده عزیز من اصلا تو دل دهن منم بگیر جواب نمیده حریف نوه های خودتون نیستید خودتون میدونید بیا تو کافه های بالا بچه هاتونو رو بهتون نشون بدم پاتوق یکی یکی بچه هاتونو بگم کجاست با کیا میان میشینن چیکار میکنن بیا ببین بیا نگاه کنید نوه هاتونو شما جلو نوه خودتون نمیتونید حرفات تو نوه تاثیر نداره رو بچه تاثیر نداره دنبال چی میگردی من تازه میگم صداقت داری میگم نمیفهمی متوجه نیستی عزیزم دیگه باید متوجه بشی دیگه با زور با ارعاب با تهدید با جریمه هجاب درست اگرم بشه فایده نداره کار بی اصلا که تو من نماز بخون چشش الله اکبر بسم الله الرحمن درست بگو ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم آفرین آفرین روزم هست غیر المغضوب فایده داره خب اگه اینجوری بود خدا خودش خب تو قرآن سریح میگه پیغمبر اگه ما میخواستیم کاری میکردیم همه مؤمن بشن ما نمیخوایم میخوام خودشون بیان از هم تا جامعه ما منظم جامعه ما نشه تو این همه اختلاسی همه گوشی این همه هر اتفاق افتاده چرا چه تو اخو نیومدن برام جوری یه وزارت خونه ای که مربوطه اونجایی که خلاف انجام شده حالا الانشم من اخوندم دارم میگم نه حالا شما به نخره من اخوندم دیگه منم یکیش من یه دونه از اون که دارم میگم من اصلا قبول ندارم جایی برم من دارم میگم دیگه صدام که داره میره که من یه آخوندم دارم میگم 100 تا دیگه آخوند میشناسم که دارن میگن اصلا قرار نیست جامعه رو بریزیم به ما با به هم ریختن جامعه موافق نیستیم ما با اصلاح جامعه موافقیم به هم ریختن چی درست نمیکنه به هم ریختن میشه شما تو 200 سال اخیر هر چی اتفاقات سخت افتاده تو کشورا که باعث تغییر حتی شده پیدا کن که تاش به دموکراسی خط شده باشه تو 200 سال اخیر آدم یه کاری میکنه مسئولیت طرفش رو بپذیره جامعه رو بریزی به هم من الان تحریک کنم چهار تا جوان بریزم تو خیابون آسیب ببینم بعد من جواب میدم معلومه که من قبول ندارم میکنم من میگم, میگم. اعتراضمو دارم میگم خیلی هم مدنی دارم میگم از تریبون مذهبی هم دارم میگم نقدم دارم میکنم میگم آقا راهتون غلطه من طرفدار حجابم با اجبارش مشکل دارم حجاب اجباری نیست کلا دین اجباری نیست کلا اجبار ارتباطی با دین نداره چون اجبار خلاف کماله کمال در آزادی به وجود میاد و معرفت تازه آزادی خالی هم نه باید معرفت ایجاد کنی که بشناسه چیه و انتخاب بکنه اگه بی معرفت انتخابم بکنه فایده نداره یعنی ما باید کار معرفتی بکنیم 13 سال مکه پیامبر رو فراموش کردیم الان اصل مکه از نظر من هنوز توش نیومدیم صدها سالم کار داریم چون هزار سال سر کار بودیم ما اشتباه کردیم مثلا رفتیم از مدینه شروع کردیم به مکه شروع کرد تو مکه ما احکام نداریم معرفت داریم مبدا داریم معاد داریم انسان شناسی داریم خدا شناسی داریم ما هنوز تو اینا هزار تا سوال جواب نده داریم مگه نمیگی اصول دین ما تو اصول دین هنوز مشکل داریم تو توحید مشکل داریم تو نبوت مشکل داریم تو امامت مشکل داریم تو معاد مشکل ما با اینا رو حل کنیم ما با وقتمون نمیذاشیم برای این چیزا نذاشتیم خب حالا فهمیدیم اشتباه کردیم حالا بذاریم تازه معرفت ایجاد بشه صدها سال طول میکشه باید انجام بشه بعدش اختیار بعد بدید که حالا اینو انتخاب کن باشه من حالا یه غذا خوبی پختم اما تو باید بیای اختیاری انتخاب کنی بخوری که بشه تو بشی مشتری زوری بکنم تو حلقت که فایده نداره که من برم تو زندان غذا بدم به مردم میگه آقا <rearratures> ما مشتری نمیشیم از زندان بیایم بیرون работ. تازه ببینیمت حالمون به هم میخوره چون تو زندان زوری دادن ما اینا رو خوردیم نه تازه غذای با کیفیت که درست کردی حالا بعد بگی ملت شریف بیاد حالا خودتون انتخاب کنید با زور که چیزی درست نمیشه که آزادی به علاوه ی معرفت تازه حالا شروع کنیم قدم زدن سمت دین و الله نه معرفتش ایجاد شده نه آزادیش هست به فرض محال شما موفق هم شدید با زور یه کاری کردید جواب نمیده که خب چیزی درست بعد حالا هر وقت ترس بریزه چی میشه عین همون که دزده اسلحه گرفته بود رو به یه دفعه پنج تا پلیس پشتش در اومدن اسلحه رو انداخ پس کردنی هم حالا بهش میزنی یه لغت هم میزنی بهش فلان فلان شده تا دو دقیقه پیش که تسلیمش بودی هر کاری میگفت انجام میدادی بشین پاشو موبایل تو بذار کنار برو چپ برو راست یه پاتو بگی بالا هر کاری میگفت میکردی حالا که اصل اش افتاد میگی به من میگفتی یه پاتو بگی بالا یه چکی هم میزنی الان تو اون دوره ایم یعنی طرف ترسیده بوده مالیات داده بوده از ترس حالا میگه همش ازت پس میگیرم تا قرون آخر چه حلقومت بیرون جوال به فرض که اینجا هم مثلا آگاه سازی کردیم مرفتش هم رفت بالا و مردم خوب بودن ولی یه حکومتی بود که مثلا باعث شد حالا این معرفت کم تر بشه فساد بیشتر بشه و زوری بالا سر بود که این مرد کاری نمیتونم بکنم مثل طالبان مثل نمیدونم ما چه فایده ای داره مثلا این صحبت های آگاه ها سازی حالا معرفت مردم هم که بره بالا وقتی یه زور بالا سر باشه کاری اصلا اینجوری نیست که شما میفرمایید چون تا کی میخواد زور بمونه مگه این مردم نیستن خودشون خب وقتی مردم چرا میتونن هزاران کار میتونن بکنن هزاران هزار کار میتونن بکنن چرا نمیتونن این همه تغییر تو عالم شده از کجا شده نه اینجوری نیست که فکر کنی نمیتونه خیلی کارا میتونن بکنن بعد یه ذره حالا گفتین ب... که الان ما تو مکه ایم الان به مدینه هستیم سرها سال هزارها سال مونده ولی خودش میفهمه دیگه اون ببین من میگم درخت نکاشتی مگه میوه نمیخوای خود اصلا ایجاد میشه شما وقتی درخت رو بکاری بهش رسیدگی بکنی به فصلش که برسه خودش میوه میده خودش این کارو میکنه این مکانیزم به اتفاق میفته مگه میشه در... با کاش کاشتی احتمالا کاچ کاشتی میوه نده مگه میشه من درخت میوه کاشتم با اصولش و رشدش دادم رسوندمش به بلوغش خب مثلا تقریبا حدود و تعذیرات چون این چیزا چی میشه خب همین الان الان چون معرفت نیست این سوال رو میپرسی عزیز من چون معرفت نیست اصلا نمیدونی الان اینا چیه من همینو دارم میگم دیگه یه سطح دارم همین رو میگم میگم مثلا شما زیر رو درست نکردی بعد اومدی رفتی سراغ یه چیزی که خب زیر ساخت نداره تو زمین رمل هفت طبقه ساختمون ساختی بعد به همه میگه آقا هیچ که تکون نخوره سخت میاد پایین آقا مگه ما مقصریم تو بدون فونداسیون دیوار کشیدی بالا پایش کو شما مگه نمیگی اصول دین عقلیه کو الان من شما توحید میپرسم شما توحید به من نه شما شما این نوعی میگم توحید رو بگیم ببینیم توحید چیه میدونیم هزار تا سوال راجبش نداریم که نمیدونیم خب پای رو هنوز نریختی دنبال چی رو افتادی نه آخه فرضش اینه مثل این که به من میگی که حاج آقا ما اگه بریم ورزش مثلا من الان 6 سال زیر نظر یه مربی درجه یک ورزش بکنم بعد شما به من بگو ببینم اصلا این وزنه رو من چجوری میتونم بردارم آقا اصلا اون وزنه که میشه واسه پرکا تو برو 6 سال ورزش رو برو تحت نظر مربی ورزش رو بکن این سوالایی که الان داری اون موقع واسه شما اصلا دیگه سوال نیست همش میشه پر الان برات مسئله چون نداری یا آدم اضافه وزن داره و چربی داره و در به داغونه دو قدم پله میره بالا نفس نفس میفته میگه حاج خب به من بگو اینم این نفس نفس زده میگم آقا تو برو ورزش اگه درست نشد هر چه شما گفتی درست شما برو برسی بهش معرفت ایجاد کن اصلا اگه لازم شد شما به کسی بگی چه جوری لباس بپوش اصلا نیاز نمیشه یه خودش میرسه به اون بلو خودش میرسه به اون فهم خودشون حرکت رو میزنه خودشون راه میره اصلا نیاز نمیشه شما به کسی چیزی بگی منطقه مقدمش رو نرفتیم شما اکثریت خب دیگه این وضعیت رو کاری میگه آقا اصلا ما اینجا بحث سیاسی نمی کنیم. بحث دینی میکنیم. آره بحث دینی داریم میکنیم. اون بحثی که شما میگی ربطی به موضوع سخنرانی من نداره که اکثریت چیزی میخواد یا نمیخواد من دارم بحث دینی میکنم میگم از سر اجبار کسی به کمال نمیرسه چون اجبار مخالف کماله چون آزادی تو میگیره تازه میگم آزادی که دادی باید معرفت ایجاد کنی چون آزادی بدون معرفت هم فایده نداره با اینکه درست انتخاب بکنه معرفت کرد، معرفت... وقتی معرفت پیدا کنه مشکلشون حل میشه اصلا دیگه سوال شما بی معنا میشه اکثریت وقتی برسن به یک حقیقتی اصلا دیگه مشکل حل میشه مشکلی باقی نمیمونه که زمان خود حضرت محمد اکثریت جامعه نشد در اکثریت جامعه نه 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 اکثریت جامعه پیدا نکرده بودن نه چون پیامبر تش نبود قرار نبود همش فقط به پیام قرار بود ادامه بدیم راه پیغمبر رو خب ما ادامه ندادیم زمان خود پیغمبر. زمان پیامبر نشده نه جامعه 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 بوده که اصلا نه اکثریت جامعه به هیچی نرسیده بوده نه ولی یه پیام برای اومد اون جامعه او نه عزیز من نه پیامبر اومد کارش انجام داد آیا اکثریت به نتایج درست نه چون کم زمان میخواد انسان برای تربیت زمان میبره پیانبر راهو راه گفت بعد من چه جوری برید نخواستن راهو برن مسلمان راه خواستن یه راه دیگه برن بعد پیانبر مگه مسلمان راه پیامبر رفتن نه قبلش هم نرفتم میخوام بگم جامعه رو چون پیامبر اجباری نداشت تو جامعه که آقا ما میخوام کار کنیم رو معرفت جامعه کار کنیم خب یه عده کمی هم پذیرفتن یعنی رسیدن به اون معرفت رسیدن رشدم کردن آدمای خاصی هم شدن شدن سلمان ابازر مقداد ها شد علی اینا تربیت یافتگان پیامبرن دیگه اما اکثریت اینجوری نه اکثریت اینجوری نیستن چون ما عجله نداشتیم اصلا ما گفتیم آقا یه مسیری اینا یه راهی باز کردیم بغل بقیه راه ها حالا حالا ها باید بریم خب نخواستیم بریم تازه بعد پیامبر عکسش هم رفتیم یه دمون خب خب رفتیم دیگه کاری که خودمون کردیم شما فکر می‌کنید زمان پیامبر همه مسائل حل شد نه چون مشکل اصلا پیامبر نیست پذیرش جامعه است بعدم باید واسه خودش بپذیره زور نباید بگی تهدید نباید بکنی پیامبر ما یه معجزه نشون نده اصاب اندازه مار بشه نمیدونم دیوار ب... چرا این کارو نکرده تو منم یک مثل شما انا بشرا مثل کن من یکیم مثل خودتون فقط دینا بحث سیاسی ما نمی‌کنیم، خب بحث دینی می‌کنیم الان اکثریت جامعه حال کاری به سیاسی شدن. از لحاظ دینی دوست دارن یه امام جمعه یه شهری مثلا خب نرو پا امام جمعه که دوستش نداری سن یاد خب آره نرو پا جلستش مگه زورت کردم بری یه عقلیتی. نه خب برن چه ربطی داره مگه امام جمعه یقه منو گرفته نظر گفته منم نظرمو گفتم پا خب باشه پا برجا باشه مگه میخوام کسی بندازیم پایین شما نرو نماز جمعه هیچ اتفاقی هم نمیفته اگه دوستش نداشتی نرو ما نرو خب ادامه بده مگه حرف اون داره حرف میزنه من دارم حرف میزنم صدا من که از اون بلندتره که چه حرفیه شما میخواهید حتما یارو سرکوب کنی نه من هیچ اعتقادی ندارم که بعدی که عزل بشه بندازیم ببر نه آقا نرو گوش نکن حرفشو چه فایده چه فایده شما برو به معرفتت برس حرف معرفتی تو بزن جامعه هم به کمالش برسه اون دیگه اون حرفو جرئت نمیکنه بزنه میمون ازش نمیخرن من کسی ازش نمیخره بعدم چهار تا استدلال بگی اونام که پا اونجا نشسته اونام آدمن ربات که نیستن وقتی بفهمن راه غلطه نمیرن اون راه غلطو چرا فایده نداره من شما دنبال یه تغییراتی هستین آقا یالا اینو بندازیم اونو نه من اصلا نه اون حرفا رو میفهمم تغییر میکنه چی میگه نمیکنه چی میگه نمیکنه همین الان خیلی تغییر کرد اینجا جلسه هست داریم با هم حرف میزنیم چرا تغییر نکرده؟ خیلی هم تغییر کرده که الان همین جلسه برپاس داریم صحبت میکنیم شما برگرد به 60 سال قبل میتونستی جلسه اینجوری برگزار کنی چه حرفی میزنی تغییر میکنه چرا منطقه اون تغییر که شما دوست داری سرید به خودت جواب بده نه من هیچ عجله ندارم من هزار سال دیگه هم همه چی درست بشه راضی ام چون نمیخوام برای من درست بشه ما خیلی وقتا میخوام تغییر واسه ما درست بشه یعنی یه چیزی به ما برسه ما برای جهت انسانیت داریم حرکت میکنیم به کمال برسه جامعه طول زمان همونطور که هزاران سال طول کشیده شده برآوردش اینی که الان هست هزاران سال انقدر آدم حسابی ها زحمت کشتن کشته شدن شماجین شدن مطرود شدن معزول شدن هزار بلا سرشون اومد ولی جامعه رشد کرد کشتن ادام کردن آویزون کردن تیکه پاره کردن کلیسا کرد کلیسا کرد مسجد کرد پادشاه کرد چی کرد بودا کرد حالا خود بودا نه منظورم بودایی هست برحمایی جنگ کردن به اسم دین کشتن زدن له کردن داغون کردن ولی تشنی شد که امروز الان شما به خیلی شما چل سال پیش ما با اون بچه مدرسی پریشم داشتیم خاطر تعریف کردیم این آب خوردن ما رو میزدن معلم هر هرکی شلنگ معلم انشاء ما میشه تو کلاس کتش اینجوری بود یه دونه شلنگ جوری برک تو جیبش بود معلم انشاء یعنی معلم فرهنگی و فرهنگی بعد مثلا من انشاء مثلا بچه همه دعوا میکنن کم بنویسن به نام الله پاسدار و حرمت خون شهیدان و با سلام و درود به روح پرفتو شهدا و اسلام و سلام بر فلان اکشن که قلم رو در دست میگیرن اینجوری در بری پرچه مثلا من انشاء خوشم میومد 20 صفحه مینوشن 15 صفحه دست میگفت آقا میری ببینم چقدر نوشتی بود بیرون فلان منو مسخره میکنی گم شو بیرون برای چی چون نوشتی فلان تو هم بیا ننوشتی دست رو بگیر یه شلاق هم میزنه الان معلم جرات میکنه بچه رو بزنه اصلا بزنه همه بهش هوش نمیکنن خب 40 سال پیش که مثلا آب خوردن میزدن ماها رو سی سال پیش ما رو این آب خوردن ما می رو میزدن پس چرا دیگه نمیتونن بزنن روش کرده جامعه دیگه روش میکنه جامعه من تا ما میخوام به خودمون برسه منفعتش نه خیلی از چیزا منفعتش به ما نمیرسه در جهت مثل اینکه قبلی ها کاشتن ما خوردیم ما بکاریم دیگران بخورن خیلی طبیعیه تو بخواه الان زود بازده انسان موجود زود بازده در امور فرهنگی نیست من وقت رو دارم میگیرم ببخشین سلامات بفرستم.